تصاویر لحظه ورود و اولین صحبت‌های رئیس جمهور در بعد به ورود به اشخاباد ترکمنستان و دیدار مهم با رهبر ترکمنستان و ولادیمیر پوتین. همون گونه که اطلاع دارید، آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفری به ترکمنستان آغاز کرد و ساعت‌ها پیش به کشور ترکمنستان و شهر اشخاباد رسید و تا تقریبا 4 الی 5 ساعت آینده دیدار مهمی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار خواهد کرد. به گفته نخست وزیر روسیه، دیدار ولادیمیر پوتین با دکتر مسعود پزشکیان از هفته پیش برنامه ریزی شد و در مورد مهمترین مسائل صحبت می‌کنند. این یکی از مهمترین، چه بسا مهمترین دیدار مسعود پزشکیان در امور خارجه تا بدین لحظه است، دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. اما پزشکیان در بعد به ورود به اشخاباد صحبت‌های فوق‌العاده مهمی انجام داد و از اهمیت دیدار خودش گفت که در ادامه با همدیگه بهش خواهیم پرداخت. سفر دکتر پزشکیان به ترکمنستان از این منظر هم مهم بود که در اوج تنش میون اسرائیل و رژیم اشغالگر صورت میگیره و در حالی که اسرائیل با این همسایه‌های شمال شرقی مانند همسایه‌های دیگر شمال غربی ایران روابط نزدیک داره. سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در حالی که همتای ایرانی خود را برای شرکت در همایش بین المللی با عنوان ارتباطات متقابل زمانها و تمدنها دعوت کرده که مقبره مختوم قلی در ایران است و مراسمی به یاد او سال گذشته در ایران برپا شده بود. این نکته هم افزودنیه که حضور وزیر خارجه هم در کنار رئیس جمهور طبعا در دیدار با رئیس جمهوری فدراسیون روسیه نشان میداد که سفر پزشکیان صرفا فرهنگی و برای گسترش مناسبات دو جانبه ایران و ترکمنستان نیست و خواسته این که عباس عراقچی هم در روزهای اخیر در عربستان و قطر حضور داشته درباره تشدید جنگ و جنایت اسرائیل در منطقه با سران آنها گفتگو کرد و به نظر میرسه در جلسه‌ای که با ولادیمیر پوتین هم قراره برگزار بشه این صحبت‌ها قراره مطرح بشه. یکی دیگه از مسائلی که به نظر میرسه در این دیدار گفتگو بشه، کوریدور زنگزور یکی از راه‌های غیر طبیعی است که عملاً جنوب ارمنستان رو به خاک جمهوری آذربایجان متصل کرد و بخشی از ارتباطات زمینی ایران با کشورهای همسایه شمال غربی خودش هم هست. یکی از بحث‌های دیدار و یکی از اتفاقات مهمی هست که در دیدار با ولادیمیر پوتین قرار هست اتفاق بیفته. با ما همراه باشید. مهمترین صحبت‌های رئیس جمهور پزشکیان در دیدار در ترکمنستان رو بشنوید. لازم به ذکر است که این سفر ما به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان جناب بردی محمدوف شکل میگیره. 300مین سالگرد مختوم قلی فراغی است، شاعر ایرانی ترکمنی که در حقیقت در ایجاد و توسعه فرهنگ ترکمنها تأثیر بسیار زیادی داشته و هر سال این رو جشن میگیرن و محل تولد این عزیز در گلستان ماست، استان گلستان بوده ولی بزرگ داشتش رو در ترکمنستان به خاطر اینکه اکثر شعرهایی که این عزیز داشته ترکمنی بوده و این نشان میده که ارتباط فرهنگی و سابقه بسیار قدیمی بین ما و ترکمنستان وجود داشته. در این رابطه علاوه بر اینکه برای بزرگ داشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستند. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش. چیزی که از اول ما در سیاست ها اعلام کردیم، اولویت ما همسایگان ماست. مرز بسیار طولانی با ترکمنستان داریم، امن و آرامه و طبیعتاً ارتباطات ما و ایجاد ترانزیت کوریدور شمال و جنوبی که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه و طبیعتاً بحثایی که در رابطه با اقتصاد، سرمایه‌گذاری ها و مسائل نفتی و گازی و برقی میتونیم با هم دیگه داشته باشیم میتونه خیلی مؤثر باشه. امیدوارم که دستاورد خوبی برای ایجاد صمیمیت و همدلی و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، علمی و کارشناسی ایجاد کنیم. امید. اما دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه 19 مهر ما اعلام کرد که در این دیدار که در ترکمنستان انجام خواهد شد، گفتگو درباره موضوعات مختلف از روابط دو جانبه گرفته تا وضعیت خاورمیانه در دستور کار هست. به گزارش ایرنا، پس از اینکه دستیار رئیس جمهوری روسیه در امور سیاست
خارجی 16 مهر ماه گفته بود ولادیمیر پوتین در حاشیه‌ای در همایش بین المللی ارتباط متقابل در ترکمنستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران درباره مسائل دو جانبه و همچنین منطقه خاورمیانه گفتگو خواهد کرد، بحث‌های زیادی اتفاق افتاد. یوری اوشاکوف افسود که این دیدار از نظر بحث در مورد مسائل دو جانبه برای گفتگو درباره موضوعات و به شدت گرفتن اوضاع وخیم در خاورمیانه اهمیت بالایی داره. به گزارش اینا دکتر پزشکیان رئیس جمهوری ایران سفر خودش رو آغاز کرده و با بدرقه محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در سفری دو روزه که به دعوت سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان صورت گرفت در اشخاباد هواپیماش به زمین نشست. قرار است که رئیس جمهور در این همایش شرکت کنه و پیامدهای گسترش درگیری در خاورمیانه و با ولادیمیر پوتین مرور کنه. سخنگوی کرملین هم در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه احتمالی رژیم صهیونیستی برای حمله به سوریه گفت: من حتی نمیخوام درباره گسترش بیشتر جغرافیای منطقه و درگیری‌های خاورمیانه صحبت کنم، چرا که پیامد آن برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. وی اظهار کرد که با کمال تأسف جغرافیای خصومت‌ها در حال گسترش است. سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش یکی دیگه از خبرنگاران گفت: رئیس جمهوری روسیه هنوز هیچ گونه تماسی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر پس از مذاکرات با رئیس جمهوری ایران تدبیر نشده و هیچ نشانه درباره آتش بس با اوکراین هم ما دریافت نکردیم و درباره تماس پوتین و ترامپ هم به نظر میرسه در ترکمنستان اظهار نظرهایی انجام خواهد شد. باید ببینیم که در ادامه مسیر صحبت‌ها و اتفاقاتی که پیش رومون هست چه اتفاقاتی میفته. یک موضوع مهم هم مطرح شد درباره همون تماس پوتین و ترامپ که پسکوف در دومین روز پیاپی به پرسش درباره ادعای تماس پوتین و ترامپ در پایان ریاست جمهوری وی در آمریکا پاسخ داد که این ادعاها طبیعتاً درست نیست و در مورد آتش بس اوکراین هم گفت در این زمینه صحبت‌های زیادی مطرحه، اما مانند قبل هیچ نشانه‌ای از سوی کیف مبنی بر حرکت در مسیر درست دیده نشده. در نهایت باید منتظر باشیم. ساعت‌های آینده ساعت‌های مهمی برای دکتر پزشکیان هست که دیدار فوق‌العاده مهمی رو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواهد داشت.